اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. بار إلها در بدنم عافیت بدی، بار إلها در گوشم عافیت بدی، در چشمم عافیت بدی، جز تو هیچ معبودی بر حقی وجود ندارد. از کفر، فقر، عذاب قبر به تو پناه میبرم و جز تو هیچ معبودی بر حقی وجود ندارد. عبدالرحمن بن ابی بکر رضی الله عنه از پدرش علتی گفتنی این دعا را در هر صبح و شام پرسید. پدرش گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیده که این دعا را خوانده است، بنابراین دوست دارد که به پیروی از ایشان همواره این دعا را بخواند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این دعا از الله سبحانه و تعالی درخواست عافیت نموده است، عافیتی تمام عیار فراگیر که شامل روح و جسم می شود تا انسان بتواند پروردگارش را بندگی کند و شکر نعمتهایش را بجا آورد. صحابه واقعا در پیروی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و آموزش آن به فرزندانش مشتاق بودند. حفظ اعضای بدن از وقوع در گناه یکی از مصادیق شکر نعمت های الهی است، چرا که جسم انسان از نعمت های شاخص الهی می باشد.